شمایل ها گرچه بخشی از تاریخ هنر و به عبارتی تاریخ نقاشی سرزمین ایران به شمار می آیند، اما در محتوا یک اثر هنری صرف نیستند. شمایل ها در واقع توسعه مرزهای عقاید مذهبی از جهان اعتقادات به جهان هنرها هستند. شاید بهترین نمونه از این دست سفرهای فکری بشر از یک گستره به گستره های دیگر. ای روز برا که ذره ها رقص کنند، آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند، جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند، در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. در دستبندی شمایل نگاری های مذهبی ایران اساساً دو دسته آثار دیده می شود: شمایل های منتسب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امیر علیه السلام و خاندانشان، و شمایل هایی که به محرم و تاسوعا و عاشورا مربوط است. از نظر سبک نقاشی، شمایل هایی که به پیامبر و خاندانش مربوط است، عمدتاً مینیاتور و شمایل های حادثه کربلا در رشته های رنگ روغن، نقاشی پشت شیشه و کاشیکاری است. شمایل نگاری اسلامی از زمان بوییان قابل بررسی است. نمونه های موثق در کتاب هایی همچون معراج نامه پیامبر اکرم صلی الله و خاوران نامه علی علیه السلام قابل مشاهده است. شمایل نگاری از آل بویه تا دوره قاجار سیر تکامل را تمام و کمال می پیماید. چهره های روحانی منتسب به عالم قدسی، صور خیالی که بیان جوهری هنر دینی اند و مفهومی مینوی دارند، با رمز و رازهایی که تصویری از فرا انسان روایت می کنند. در روش نقاشی شمایل ها، سایه محتوا بر ریخت بسیار پررنگ است. هنرمند گویی نیازی به ساخت و پرداخت های هنری مثل نورپردازی، طیف بندی رنگ، پرسپکتیو و سایه نگاری ندارد. نه اینکه اصول آن را نداند یا نتواند پیاده کند، بلکه اینجا پرهیز از مادی شدن اثر بوده که نقاش و نگارگر شمایل ها را به سمت و سوی سادگی سوق داده است. در واقع این شمایل ها یادگارهایی از چهره ها نیستند و شبیه نگاری هم نیستند، بلکه یادآور ماهیت ازلی و اعیان ثابتند. شمایل ها معمولاً برای نصب در اماکن مذهبی همچون امامزاده ها، بقعه ها، حسینیه ها و منازل استفاده می شدند تا صورتی از بیان تصویری باشند و مکتب نرفتگان مؤمن با مشاهده این صور مینوی به عالم معانی راه یابند. شمایل ها به عنوان بخشی از نقاشی مذهبی مجالی اند تا هنرمند با دور شدن از قصه به جای شخصی تر و عمیق تر و پیچیده تر برسد. هنرمند اینجا ملزم به تصویرگری متن و ادبیات نیست و به این ترتیب هنر معنوی با فاصله گرفتن از قصه پردازی به جای درونی تر میرسد. در شمایل نگاری هنرمند تصویرگر موضوعی است که از جان، معنا و خداوند نشأت گرفته است و این راز شمایل هاست. هر ذره که در هوا در همون است، نیکو نگرش که همچون ما مفتون است. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم.